با مشارکت خلبانان فانتوم پایگاه بوشهر است. فانتوم های پایگاه بوشهر و بندر عباس مأموریت دیگری نیز در خلیج فارس دارند. آنها در پاسخ به حملات عراق به نفتکش های ایرانی، به نفتکش هایی که نفت عراق را به نام نفت کشورهای دیگر حمل می کنند، حمله می کنند. جعفر عمادی خود در یکی از این حملات شرکت داشته است. یکی از مأموریت‌های همون تیر قیبی یک کشتی بود به نام کشتی پانامایی. خیلی برای نظام سخت بود که این کشتی سوختگیری بشه، بیاد در دید ما و رادار و سیستم موشکی ما قرار بگیره، خیلی راحت هم بره و سوخت هم به اون برسونه. در نتیجه ماهی که از عراق سوختگیری کرده بود، این ابلاغ کردم به پایگاه هوایی بندر عباس. من اون موقع جانشین پایگاه بودم، نفر دوم پایگاه بودم و روی این طرح کار کردیم. یه اطلاعاتی هم می‌خواستیم از نظر توناژش، وزنش و پرچمی که هم میکنه و رنگش. این اطلاعات هم خوشبختانه خیلی به موقع به ما دادن که پرچمش اینه و رنگش هم اینه، توناژش هم اینه و مسیرش از فلان جا میاد رد میشه و میخواد از تنگه هرمز بره بیرون. خب ما یک ماموریت به اون ابلاغ شد و قبول کردیم. دو روز مونده بود به اجرای ماموریت، شهید ستاری و شهید بابایی خیلی نسبت به این ماموریت حساس بودن و تاکید کردن که کسی باشه که تجربه داشته باشه در یک مرحله ماموریت انجام بشه، ما ماموریتی دیگه نمیتونیم براش انجام بدیم. خیلی تاکید کردن خلبان اینطور باشه، اینطور باشه، شرح حالش رو توضیح دادن اینا. من دیدم به خود من بیشتر نزدیک هستی تا به خلبان های جوان دیگه. به عنوان شوخی هم به جناب ستاری گفتم اسمش جعفر عمادی باشه کافیه. لبخندی زد پشت تلفن، گفت اگه خودت باشی که خیال ما راحت. نزدیک به تنگه هرمز، اطراف جزیره لاوان و اطراف بندر چارک، ما هدف رو اونجا می‌خواستیم ملاقات بکنیم. برنامه ریزیمون مناسب ترین جا اونجا بود، یعنی ارتفاع پای میری دو مال، سه مال، چهار مال قبل از هدف باید اوجگیری بکنی، بعد به حالت شیرجه بکنه روی هدف، هدف رو ببینی، توی اسکوپ دیده بشه، روش قفل بکنی. خب این یه امتیاز بدی داره که زمان به دشمن میده که بتونه ترکت بکنه. ما با وجودی که این کشتی مورد پشتیبانی ناو آمریکا قرار میگرفت، هواپیمای آمریکایی قرار میگرفت و مورد پشتیبانی هواپیمای عربستان سعودی قرار می گرفت، مجبور بودیم ماموریت رو با AGM انجام بدیم یا هم موشک مبریک انجام، و مجبور بودیم که اوجگیری بکنیم. یادم بخاطر که از این دو تا موشک به فاصله زیاد، به فاصله که بهش زدیم، موشک اول رو برخورد شد تا من چشمی دیدم، ولی موشک دوم شد دیگه اجازه نه، چون خودمان در حالت شیرجه هستیم باید یه زمانی ریکاوری کنیم، هواپیما رو از حالت شیرجه در بیاریم و به سمت پایگاه مادر گردش بکنیم. از همون ابتدا به ساکن ما به صورت رمز باید اعلام میکردیم که ماموریت انجام شد. رمز اون روز هم گل بود، اگر فراموش نکردیم ما گفتیم گل، یه گل گفتیم و برگشتیم. دم ساعت از ما سوال میکردم مطمئنی گل؟ میگفتیم بله گل. رادار همین سوال کرد جواب دادیم، اپروچ همین سوال کرد جواب دادیم، برج کنترل سوال کرد جواب دادیم. ما خودم یه شکی برامون شده بود که چرا این همه کنجکاو هستن، این همه ما قرار بوده بدون صحبت این ماموریت انجام بدیم، اینکه الان علنا داریم صحبت میکنیم و همه دارن سوال میکنن یعنی چی فلان. حتی موقعی که نشستیم ته باند که کابین هواپیما رو باز کردیم، مسئولین اومده بودن ته باند پروازی که اصلا سابقه نداشته بیان چا، با علامت سوال کردم، ما هم اشاره کردیم که بله زدیم، گل هم هست، علامت اشاره هم کردیم که زدیم. اومدیم پای هواپا خاموش کردیم، اومدیم پای ماچو بوسو این پروا گفتن مطمئنی زدی؟ گفتیم بله زدیم. بگه چی زدیم؟ اومدیم در پست فرمانده اشاره کردن که نه، یه گزارش بنویس کامل. محترمانه به ما گفتن خب حالا باش تا بریم فردا چی میشه.
در نتیجه ما اون روز محترمانه به عنوان بازداشت در پست فرماندهی موندیم. بعد از ظهر خب حالت پست فرماندهی چون محیط بسته‌ای هستش، اکسیژنی نداره، هوا همچنان سالم نیست، برای کسی هم که بیش از 9 ساعت 10 ساعت اونجا بمونه اصلا رنگ روش یا حالت خاصی پیدا میکنه. شاید هم حالت هم به من دست داده بود که فرمانده پایگاه شاید روفانه دلش براش گفت حالا شما برو خونه یه دوش بگی از این حالت وضع و قیافه بیا بیرون. ما رفتیم خونه که دوش بگیریم، گفتیم خب حالا دوش رو یک مقدار کشش میدیم که یه شام هم بخوریم. دوش رو گرفتیم و شام هم خوردیم. در حال شام خوردن بودیم و داشت تموم میشد، زنگ خونه به صدا در من. فرمانده پایگاهی که ما رو قبل شب قبلش محترمانه بازداشت کرده و گفت تبریک و دست در نگفت تو چی شده؟ گفت آره شما زدی. گفت ما که گفتیم زدیم، شما باور نشو. گفت نه، الان بی بی سی گفتش که یک موشک سرگردانی به یک کشتی خورده، این کشتی اول موشک اولی مخابرات شد دست داده، موشک دوم موتور شد دست داده، در نتیجه با نشت نفت داره خودش میرسونه به جزیره یکی از این جزایر بحرین دبینا برای تعمیرات اینا، چون دیروز تو سیستم مخابراتیش خورده و ایشون درخواست کمک نکرده، میده نگفته، در نتیجه شنودای ایران، شنودای دریایی، شنودای سپاه، هواپیمایی که بالا بوده هیچ کس تایید نکرده. یه شخص تایید نکرد، خب ما نمیتونست پس شما قبول کنیم، ولی امروز بی بی سی همه رو تایید کرده. در نتیجه کار شما خوب بوده و دست شما درد نکنه. نمیخوادم شب بیه بیرون، شب هم تو خونت بخواب دیگه.